سلام، این اولین ویدیوی معرفی فیلمم توی یوتیوبه و میخوام براتون یک سری فیلم جنایی معرفی کنم. اگر فیلم و داستان جنایی به طور کلی دوست داشته باشید، میدونید که نویسنده های اروپای شمالی اسکاندیناوی استاد این ژانرن، یعنی سریال کلینگ یه نمونه خوبش، فیلم بیخوابی که نولان ساخته بود از روی فیلم اسکاندیناوی ساخته بود، بعد دختری با تتوی اژدها و کلن اون سری همه درجه یک. سری فیلمی هم که الان من میخوام معرفی کنم به اسم دپارتمان کیو، یک سری فیلم دانمارکیه که واقعا عالی و جذابه به نظر من. توی این مجموعه 6 تا فیلم هست که من خودم 5 تاشو دیدم. هنوز فیلم ششمی 2024 کیفیت مطلوبشو پیدا نکردم ببینم، ولی خیلی راضی بودم. اول روش ارزیابی رو میگم، شاید به درد شما بخوره. 4 تا شاخص برای داستان‌ها و فیلم‌های جنایی، بعد تک تک فیلم‌ها رو یه مرور با هم می‌کنیم به ترتیب که چطوری ببینیدشون. طبیعتاً پوسترها و اینا این گوشه میاد دیگه ان‌شاءالله. اگر شما مثل من اسم این فیلم‌ها رو نشنیده بودید تا الان، اصلاً قصه نخورید، چون واقعاً منم که شاید سالی 300-400 تا فیلم میبینم نشده بودم تا بهزاد به معرفی کرد، گفت حتما خوشت میاد، دقیقا چیزیه که تو دوست داری، چون من داستان جنایی دوست دارم و خودم هم یه دونه رمان جنایی دارم که نشر سالس چاپ کرده به اسم شهر شرنگ، میتونید برید بخونید و کلن کاراگاه کله شق و جنازه و اینا برام جذابه. رفتم فیلم ها رو دانلود کردم و دیدمشون. از نویسنده این مجموعه کتاب‌های دپارتمان کیو فقط یک کتاب به فارسی ترجمه شده به اسم اثر پروانه‌ای که نشر دوستان ترجمه کرده و یک کتاب قطور حدود 600 صفحه‌ایه. اسم نویسنده یوسی آدلر اولسن هست و خب آدم مشهوری و بستلر و اینا، بستلر جهانی هم هست، ولی ما الان توی این ویدیو کاری به نویسنده و کتاب و اینا نداریم، ما تمرکزمون روی فیلمه، بنابراین بریم بخش بعدی. علت هایی که این 4 تا رو میگم برای اینکه شاید یه نظامی هم نظمی هم مثلا به ذهن شما بده، بعدا بتونید با این تفکیک در مورد قصه های جنایی صحبت شسته رفته تری بکنید یا تو ذهنتون طبقه بندی بهتری داشته باشید. اقلا این روشی که من استفاده میکنم. یک، اولویت اول من خود معماست، یک معمای جالب و جذاب و پیچیده. یعنی به نظرم اگر بهترین فیلمساز دنیا رو هم بیاریم، مثلا هر کی هستن، مثلا تارکوفسکی بیاد بگی من میخوام فیلم جنایی بسازم، معماش جالب نباشه به نظر من فایده نداره. یعنی اصل در داستان معمای جنایی اون خود معما است، اون اولین چیزیه که باید درست بشه، به اندازه کافی پیچیده باشه، به اندازه کافی معقول و منطقی باشه، اینجوری نباشه که آخرش ما بگیم ای بابا اصلا چی بود. و یه مقداری مثلا لایه‌های معنایی و اینا معمای داشته باشه و ما رو با خودش همراه بکنه. یک پس معمای جالب و جذاب که همه فیلم‌های دپارتمان کیو این ویژگی رو دارن. یعنی من به شما قول میدم فیلم که شروع میشه شما حتما درگیر معماها میشید و میخواید بدونید بعدش چی میشه. تو تک تک این معماها نویسنده دقت داشته و شما رو از طریق معمای جنایی که مطرح میکنه وارد لایه‌های عمیق و سیاه جامعه دانمارک میکنه و به شما نشون میده که پشت اون بهشتی که توی عکس‌ها و فیلم‌ها دیده میشه و همش هر عکسی از دانمارک میبینید، شما کارپوستاله، به شما نشون میده پشت این کارپوستالا هیولاهایی هم خوابیدن و همه چیز بهشتی نیست، اونجا هم بالاخره جهنم خودشو داره. معیار دوم شخصیت کاراگاهه. یعنی برای من خیلی مهمه که اون کاراگاهی که داره پرونده رو دنبال میکنه آدم جذابی باشه، من خوشم بیاد. حالا هر کسی ممکنه در مورد این شخصیت کاراگاه سلیقه خودشو داشته باشه دیگه، بعضیا خانم مارپل رو ترجیح میدن، بعضیا هولمز رو ترجیح میدن، بعضیا
دیتکتیو های خشنتر و کرده شفتر آمریکایی رو ترجیح میدم، مثلا میگره هست یه مدلی فلان و اینا. الان کاری به انواع کاراگاه نداریم، اون شاید یه ویدیوی جالب دیگه بشه، ولی این کاراگاه ما توی دپارتمان کیو آقای کار که یه دستیار اصلی داره به اسم اسد و یه خانمی هم کمکشون میکنه به اسم روز. این کار دقیقا چیزیه که من دوست دارم، یعنی یه پلیس کل شق تو روابط انسانی ضعیفه، یک گذشته داغون داره و چند تا از همکاراشو کلا به فنا داده، ولی کارش خیلی خوبه. دستیارش اصلا یه مهاجره که اومده دانمارک، سعی میکنه برای خودش یه جایی توی جامعه دانمارک دست و پا کنه و چالش های خودش رو داره و هر دوشون به نوعی به قول خارجی ها اوتکستن یا حالا مطرودن یا خیلی ارتباط پررنگی با جامعهشون شاید ندارن از خیلی جهات، و اینا میشن کاراگاه های اصلی ما. یعنی یه تیم سه نفره هم که روز بیشتر دفتره، اون دوتا تو سطح شهر درگیر پروندن. اگه دقت کنید میشه یه ترکیب نسبتا سنتی، یعنی هولمز، واتسون و خانم فکر میکنم هاتسون که مثلا مسئول اون خونه بود. یه ویژگی خوب این دپارتمان کیو اینه که با اینکه خیلی مدرن و جدید و جالبه، اون سنت های ژانری رو هم خیلی بهشون ارادت داشته و حفظ کرده. باز جالبیش اینه که این تناقضار هم گذاشته، مثلا این کارل آدم مؤمنی نیست، دین و ایمون درست حسابی نداره، اسد بچه مسلمون حرفه‌ای، آقا نماز بخون و فلان و اینا. این کارل اصلا زن تو زندگیش نیست، یعنی آدم کاملا تنهاییه. اون خانم روز که دستیارشونه نه، یه زندگی اجتماعی داره و دنبال بالاخره روابط و عشق و این چیزا میره. یعنی این تفاوت ها و تناقض ها باعث میشه روابطه بین این تیم کارگاهی هم جذابیت خودشو داشته باشه. پس ما کارگاه خوبیم، شما بهترین معمار هم داشته باشی، کارگاه جالب نباشه به درد نمیخوره. شاخص سوم برای من شخصیت قاتل داستانه. اون شروره باید شرور خوبی باشه، و واقعا این سری فیلم های دپارتمان کیو هر کدوم از قاتل ها که رو کرد یکی یکی جالبتر و بهتر، یعنی همون خشونت رو دارن، همون باعث ایجاد ترس در شما میشن. یعنی شما واقعا میگه آقا همچین حیلایی اگر یکی مثل این کارل نباشه نگیرتش ما چیکار کنیم، دست این کجا پناه ببریم. هم لایه های عمیقتر معنایی دارن، یعنی همشون یه گذشته ای دارن، ما باهاشون همراه میشیم. و خلاصه بهتون قول میدم اگر شما هم یه ذره براتون مهمه که آدم بد فیلم، قاتل فیلم جالب باشه، خیالتون راحت باشه جالبه 100%. من این یه تیکش رو کامل تصمیم میکنم. خب شاخص چهارم کیفیت اجراست. یعنی چی؟ یعنی اگر یه معمای جالبی، کاراگاه جالب و یه قاتل خوب داشته باشیم، این برای من کافیه که من یه فیلم یا مینی سریال پلیسی و اینا رو نگاه بکنم. ولی خب ممکنه فیلم بد باشه یا رمان بد باشه، پس اینجا کیفیت اجرا مهم میشه به عنوان شاخص چهارم. یعنی اگه کتاب خوب نوشته شده باشه و اگه فیلم خوب ساخته شده باشه، و دپارتمان کیو اینو داره. نمیگم میره جزو هزار فیلم نمیدونم برتر زندگیتون یا جزو 100 فیلم تاریخ سینما یا مثلا بهترین فیلم تاریخ دانمارک، اینا اصلا نیست، ولی کاملا خوب ساخته شدن و کاملا بالاتر از متوسطن، و بازیگری خوب، فیلمبرداری خوب، همه نکات رعایت شده، صحنه فلان همه چیز ترتمیز، صحنه های اکشن خوب در اومده، خوبه دیگه، خیلی خوب ساختن فیلم ها. میگم شاهکار نیست که بگیم تو تاریخ سینما الان دیگه فراموش نمیشه، ولی برای اینکه ببینیم و لذت ببریم کاملا اوکیه و هیچ ایرادی هم ندارن فیلم ها، به خصوص 4 تا فیلم اول. فیلم پنجم به نظرم یه پله ضعیف‌تر بود، اونم اصلا بد نبود ولی یه پله ضعیف‌تر بود. خب با این مقدمات بریم وارد خود فیلماش. فیلم اول از سری فیلم های دپارتمان کیو، نگهبان آرمان های گم شده، Keeper of the Lost Causes،
ما اینجا تازه برای اولین بار با کارل آشنا میشیم که زده توی عملیات این همکاراشو به فنا داده، مثلا فرستادنش مرخصی، الان برگشته میگه آقا بذارید من کار کنم، من نیاز به این کار دارم. رئیس پلیس میگه آقا یه دپارتمان زدیم برای پرونده های راکده، برو اونجا شما این پرونده های راکده یه جنبندی بکن، گزارش بنویس بده، هیچ کاری هم نکن. کارل هم میگه باشه، چاره ای نداره. میره پایین و با اسد آشنا میشه و اینا. اولین پرونده ای که برمیداره مربوط به یک خانم سیاست مداره که چند سال پیش یهو گم شده و پلیس ردی پیدا نکرده، زدن به حساب خودکشی و پرونده رو بستن. ولی کارل قانع نمیشه، میگه نه این کارش درست انجام نشده، میفته دنبال پرونده که یه رسیدگی دقیق تری بهش بکنه. اینی هم که گفتم اصلا اسپویل نیست، این شاید 10 دقیقه اول فیلم بود یا یه رو به اول فیلم بود. پرونده بسیار جالبه و چون به خصوص این که ما تازه داریم با این کارل و اسد آشنا میشیم، کاراکترهای اینا خیلی جالبه دیگه، بالاخره شناخت اولیه و یه پسر خونده ای داره و نمیدونم یه زن سابقی داره بود از این حرفا. اینو یادم رفت بگم، سریالش هم دارم میسازن، 2025 میاد، که ولی منتظر سریال نشید، فیلم ها رو ببینید. این پس میشه فیلم اول، یک تعلیق خاصی داره و دیگه بیشتر از این بگم لو میره. فقط اینو مثلا بگم که سری فیلم ها چطوری همیشه یه وجه انسانی اضافه هم داره. اضافه منظورم مازاد نیست، اضافه منظورم افزودنیه. یعنی مثلا این خانم سیاست مدار که گم شده یک برادر اوتیستیک داره و حالا اینا برای اینکه پرونده رو بخوان مثلا اگه ببینن چی کار میکنن باید با این بچه اوتیستیک ارتباط بگیرن، این خودش یه بچه انسانی ویژه به داستان میده. فیلم دوم The Absent One، شخص غایب، 2014. توی این فیلم چند وقتی گذشته که کارل و اسد پرونده رو حل نکردن و همه چپ نگاهشون میکنن و اینا، و فضای فیلم هم بگم حالت واقعی گرایانه پلیسی هم داره، یعنی مثلا بحث بودجه هست، بحث نمیدونم سیاسی هست، اون میگه از بالا دارن فشار میارن و فلان و اینا. توی این فضا یه پیرمردی میاد به این کارل میگه آقا پرونده بچه های منو دنبال کن. این کارل هم خیلی توجه نمیکنه تا اینکه پیرمرد خودکشی میکنه. میرن بالا سرش، میبینن که ایشون خودش پلیس بازنشسته بوده و سالها پیش دختر و پسرش که دوقلو بودن کشته شدن و به دخترش هم تجاوز شده قبل از قتل. یکی هم اومده اعتراف کرده به قتل، زندان هم رفته، الان مثلا بعد از سالها آزاد هم شده از زندان. ولی این باباه اصلا هیچ وقت قانع نشده که این مجرم واقعی بوده. کار براش خیلی جالب میشه و یه احساس عذاب وجدان هم داره دیگه، یا خب من به این بنده خدا اگه گفته بودم رسیدگی میکنم حتما این خودشو نمیکشت. میره پرونده رو برمیداره باز میکنه. خب یک پرونده قدیمی که اصلا مجرمش زندانم رفته، طبیعتا کل سیستم پلیس میگن آقا چه کار داری میکنی؟ ما به تو داریم حقوق میدیم پرونده هایی که حل نشده رو رسیدگی کنیم، خود نه این چیزی که تموم شده دوباره رفتی باز کردی. ولی این ولکن نیست، کلن کاراکترهای کارل اسد هم اینطوریه که ول نمیکنن، تا تهش میرن، حتی اگه پای مرگ و شغل و هرچی وسط باشه اینا تا ته خط میرن. و این به ما قوت قلب میده دیگه، میگیم که خب یه کارگاهی هست که دنبال حقیقت بره. داستان طور یکیش واقعا نفسگیره و با اینکه یه جنایتی که سالها پیش اتفاق افتاده شما رو پله پله درگیر میکنه و ما در طول داستانم اون اتفاقات گذشترم باز پله پله میبینیم تو فیلم، اینم جذابش میکنه. فیلم سوم دپارتمان کیو، 2016، توطئه مؤمنان. این بار داستان یه وجه مذهبی پیدا میکنه، یعنی داستان اول ما توی فضای یه مقداری سیاسی و اینا هستیم، داستان دوم توی فضای مدارس شبانه روزی و فلان و بحرانهای داخل مدارس و تجاوز و اینایی. توی این فیلم
وارد فضاهای فرقه های مذهبی دانمارک میشیم، چیزی که شاید اصلا در وهله اول شما احساس کنید مفهومی نداره. اینجا کارل و اسد درگیر یه پرونده آدم ربایی میشن که مربوط میشه به یک سری از پرونده های قدیمی پلیس، ولی اون آدم ربایی الان هم فعاله و میرن دنبالش. اینجا اون تناقض ایمانی کارل و اسد خیلی بحرانی میشه و واقعا تا جایی میره که دیگه رابطهشون اصلا ممکنه اصلا بپاشه و فلان و اینا. از طرفی اون خانواده‌ای که بچهشون گم شده نمیتونن با اسد کنار بیان، یعنی مهاجر و فلان نجات پرستن و چالش های اینچنینی داره داستان. توی این دوتا فیلم قبلی، یعنی توی این ستایی که گفتم، این سومی از همه بیشتر عصبیتون میکنه، چون پای جون بچه ها وسطه و قاتلش هم مثلا یه جوریه که واقعا آدم منقلب میشه. من یادم افتاد اصلا ناراحت شد، ولی خب به هر حال قصه جنایی جذابیه، ما هم تا آخر دنبال کردیم چیکار کنیم. فیلم چهارم دپارتمان کیو، بکارت انتقام، 2018. اینجا موضوع اصلی، یعنی اون وجه سیاهی که نویسنده بررسی میکنه، وجه فاشیستی در جامعه دانمارک که من خودم اصلا ازش خبر نداشتم، ولی ظاهرا یه مسئله جدی بوده و وارد یک موضوعی میشه، عقیم‌سازی اجباری زنان، که رفتم تحقیق اینا کردم واقعیه و یه ویدیو بعدا در موردش جدا ضبط میکنم، چون برای خودم خیلی ترسناک بود و اصلا از یک کشوری مثل دانمارک اصلا انتظار نداشتم همچین چیزی رو، ولی ظاهرا بوده. و اینجا تو این داستان یکی از قربانی های دختر مهاجر و مسلمانه، به خاطر همین اسد یه درگیری شخصی پیدا میکنه با داستان و از اینجا با کارل به زاویه میخوره. این کارل گفتیم آدم خیلی خشکیه، قانون و پلیس و فلان و اینا برش اولویت داره، نه مسائل شخصی. ولی اسد متفاوته، بچه انسانی همیشه خیلی براش پررنگه. البته این کارل هم آدم بدی نیست، از این نظر شبیه هولمز یه ذره، یعنی میگه آقا من وقتی اینطوری دور از بچه انسانی قرار میگیرم فقط واقعیت های پرونده رو میبینم میتونم حلش بکنم. این میشه چهار تا فیلم اول. توی فیلم پنجم و ششم بازیگرها عوض میشن. اینم معرفی سری فیلم های دپارتمان کیو. اگر شما دیدید قبلا حتما نظرتون رو بگید، اگر نکته چیزی هم به ذهنتون میرسه حتما بگید. ممنونم که این ویدیو رو تا آخر دیدید. تو این دنیا وقت کم و داستان زیاد، به هم کمک کنیم تا بهتر انتخاب کنیم. بدرود تا زود.